با سلام به دوستان گرامی، عزیزان میخوام بقیه آموزشمون رو دنبال کنم. عزیزان برای این کار محیط فلش رو باز میکنم. عزیزان روی فریم شماره 1 میتونم کلیک بکنم. بعد برای اضافه کردن سوند یا صدا من باید اون رو در محلی که این فایل رو ذخیره کردم حتما قرار بدم. من الان این فایل رو نگاه بکنید کجا ذخیرهش میکنم. توی بوشه‌ای به نام خودم ذخیرهش میکنم. FLY شماره 6 اسمش رو میذارم. ذخیرهش میکنم به نام شماره 6. اون قبلی یک رو کاملا پاک میکنم که دیگه وجود نداشته باشه. حالا دوستان من میخوام صدا رو اضافه کنم. ایمپورت تو استیج میکنم. صدا همینجا باید قرار گرفته باشه. دوستان یه نکته به من دوستان بگم، اگر شما یه صدایی داشتید که از جنس MP3 بود و اومدید اضافش کردید به فلش و اضافه نشد، لطف کنید با نرم افزارهای کانورتر اونو تبدیل به ویو بکنید بعد اضافش کنید که این مشکلتون حل بشه. من خودم با این مورد خیلی برخورد کردم و بهترین راهش تبدیلش به ویو هست دوستان. خب من اینو اوپن که میکنم، قبلا اضافه شده بوده. خب حالا اگر من رو فریم اول انتخاب بکنم، بیام تو پروپرتیز تو قسمت سوندی که اینجا قرار گرفته برای فریم اول، میبینید پس من الان اضافش کردم، نگاه اومده کجا؟ من دوتا دارم، یکیشو پاک کنم. یه آهنگ اومده اینجا از جنس ویو هست، اگه اینجا پخشش کنم شما میتونید صدای آهنگ رو شروع میشه و بشنویدش. دوستان این آهنگی که اینجا قرار گرفته، اگر من فریم اول رو انتخاب کنم توی پروپرتیز فریم اول قسمت سوند نیم باز بکنم، اسم اون چی؟ آهنگ دیده میشه. خب من این آهنگ رو اضافه کردم. فریم آخر یه F6 دیگه میزنم که فریمی ساخته بشه تو فریم آخر، اگه خواستم کاری انجام بدم و استوب کنم یا اینکه آهنگم ادامه پیدا کنه. اگر الان من بیام اینو اجرا کنم، عزیزان چندین بار داره این آهنگ پخش میشه و این خیلی بده. دوستان حالا قسمت بعدی قسمت تارگت رو من برای شما توضیح میدم. توی قسمت تارگت شما میتونید انواع فلش پلیر ها رو براش انتخاب کنید که پخش بشه، یا ایر باشه، مثلا اینو برای موبایل استفاده میشن، ایر فور اندروید و فلان. اسکریپت، حالت های اسکریپت مختلف رو براش انتخاب بکنید. من اگر فریم اول رو انتخاب بکنم میتونم اینجا برای صدا افکت های مختلفی داشته باشم. لفت کانال، یارف چنل، رایت چنل، فید تو رایت، فید تو لفت. لفت چنل یعنی این که فقط از اسپیکر شماره چپ پخش بشه یا اون چپه پخش بشه. رایت چنل یعنی از اسپیکر شماره راست پخش بشه یا اون اسپیکری که راست شما قرار گرفته به کامپیوتر وصل است. فید تو رایت یعنی این که از طرف راست شروع بشه فید شما. فید تو لفت یعنی از طرف چپ فید شما شروع بشه. فید این یعنی اینکه صدا اول کار یه مقداری کم باشه و بعد کم کم زیاد بشه. فید اوت برعکس اینه، اول صدا زیاد باشه بعد کم 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 بشه. پس تا اینجا این قسمت رو داشته باشید تا من بقیه موارد رو برای دوستان. عزیزان قسمت بعدی این درس رو براتون توضیح میدم. اگر شما این قسمت دقت کنید یه کاستمایز وجود داره. تو کاستمایز شما میتونید با کوچک کردن آهنگتون کل اون فرکانس آهنگتون رو داشته باشید. این بالا سمت راست شما رو نشون میده، این سمت چپ. ما برای که امتحان کنیم فید لفت کانال قرارش میدیم. لفت کانال اگه دقت بکنید، لفت کانال یعنی کانال چپ بازه. نگاه بکنیم اومده تا بالا، سطح بالا. و کانال راست چی است؟
کانال راست بسته است. شما میتونید نقاطی رو روی این به وجود بیارید، بگید از اینجا صدا کم بشه، اینجا که رسید دوباره صدا چی بشه؟ زیاد بشه. اینجا که اومد صدا کم بشه، از اینجا به بعد دوباره صدا چی بشه؟ مستقیم یه دفعه رشد کنه. پس شما میتونید روی کانال های راست و چپ راحت اینجا کار انجام بدید و اونا رو تنظیم بکنید دوستان. و برای حتی اینکه بخواید اون کانال ها رو گوشم بدید میتونید بفرمایید. نگاه، صدا زیاد. کم شد، میبینید؟ تا اینجا ادامه داره. رفت بالا حالا دوباره. پس شما میتونید اینجوری تست کنید آهنگتون رو، صدا رو در هر جا دوست دارید کم و زیاد بکنید. اگر از آن دقت بکنند اینجا یک ساعت دیده میشه که سکند هست، اینجا فریمه. اگر شما این رو بزنید بر حسب ثانیه میتونید کاراتون انجام بدید. پس من اینو کوچیکش میکنم که شما بتونید ثانیه ها رو ببینید، مثلا 50 ثانیه، 100 ثانیه. اگر روی این بزنید به حسب فریم میتونید کار کنید. این 500 فریم، 1000 فریم، 1500 فریم، 2000 فریم. یعنی این صدا میتونید تا 2500 حتی بیشتر ادامه پیدا کنه که شما میتونید فریم‌های بعدی این صدا رو داشته باشید. یعنی صدا تا 6500 فریم میتونه حرکت کنه و بره جلو و شما داشته باشینش دوستان. پس این دو قسمت تنظیمش با زمان و تنظیمش با فریم رو هم در خاطر داشته باشید تا بقیه آموزش من برای شما دنبال کنم دوستان. از قسمت بعدی که در اینجا خیلی مهم هست، سینکش هست و همون سنکرونازیسیونش هست. ایونت اگر شما قرارش بدید صدا رو حتی اگر حذف بکنید، من این صدا رو از اینجا تا اینجا کاملا فریم ها رو راست کلیک کنم، ریموف کنم، ریموف فریم انجام بدم، حتی یه فریم داشته باشم، یه دونه فریم، حتی یکی دو تا فریم داشته باشم هم باز هیچ فرقی نمیکنه. شما وقتی این صدا رو کنترل اینتر بزنید پخشش کنید، ببین چه اتفاقی میفته. صدا همینجوری پخش میشه تا ابد. ببینید شروع میکنه پخش شدن، کاری نداره شما دو فریم داری، ده فریم داری، صد فریم داری، همینجوری پخش میشه. این صدا داره پخش میشه دیگه. خب من این قطعش میکنم که دوستان بدونن چه قضیه پیش اومد. من دوتا کنترل زد میزنم تا بقیه موارد رو کنترل زد پس برمیگرده به حالتهای قبلی که ما داشتیم. من بقیه مواردم برای دوستان توضیح بدم. از اون سینک ایونت یک حالت دیگه هم داره که اگر شما بیایید یک لایه جدید بسازید، مثلا تو این لایه جدید بیاد اینجا رو اکشن اسکریپتی براش بنویسید که توی حالت تایملاین استوب بکنه. خب شما اگر الان اجراش بکنید با کنترل اینتر، خب من اینو یه تکرار دیگه اینجا بزنم، اینجا یک F6 کنترل زد، چرا انیمیشن ما تغییر نمی کنه. من میام اینجا یک کیفریم براش میسازم، رو این کیفریم راست کلیک میکنم، اکشن اسکریپتش براش مینویسم، استاپ. خب من میرم اون، اگر جای دیگه کیفریمی اشتباهاً کلیک کرده باشم، این اکشن اسکریپت روش نوشته شد الان. از الان صدا پخش شد.
انیمیشن زود متوقف شده، علتش رو من باید چک کنم برای دوستان و ادامه کار رو با هم انجام. از مشکل حل شد، من الان برای دوستان توضیح میدم که اگر شما این رو روی ایونت گذاشته باشید، وقتی اینجا حتی بیاد اکشن اسکریپت برای این بنویسید و اسمش رو استوب بذارید، وقتی شما اجراش میکنید چه اتفاقی میافته؟ میبینید استوب میشه این، ولی صدا ادامه پیدا میکنه. صدا همین جوری چیه؟ ادامه داره، چون سنکرونایزش رو شما یا سینکش رو گذاشتید روی چی؟ روی حالت ایونت. خب دوستان، من از دان شما دوباره لایه، اگه صدا رو دو تا لایه داشتید، مثلا این یه لایه صدا هست، یه لایه سوند دیگه هم داشتیم، میخواستیم یکی از اینا پخش بشه، یکیش پخش نشه اصلا، میخواستیم این پخش بشه، این بالایی پخش بشه، برای اینکه یا لایه پایینی پخش بشه، برای اینکه این لایه پخش بشه، ما سینکش رو باید میگذاشتیم روی استارت. سینک اگر روی استارت بود، دیگه آهنگ بالایی پخش نمیشد. چی پخش میشد؟ آهنگ. و بعضی وقتا نیاز داریم برای تست کردن یه لایه‌ای رو کاملا سینکش رو چیکار کنیم، استوب کنیم که اصلا اون لایه آهنگش پخش نشه. اگر بخوایم یه لایه‌ای آهنگش پخش نشه، چیکار میکنیم؟ اون رو استاپ میذاریم. حالا خاصیت استریم هست که برای سایت هایی، از آن داشتم قسمت سایت های استریم رو توضیح میدادم. سایت ها، اگر شما تو یوتیوب یا سایت های دیگه رفته باشید، دیدید یه چند لحظه طول میکشه تا فیلم رو برای شما لود کنه، بعد از اون مقدار که پخش کرد دوباره چند لحظه دیگه بعض وقتا ساب میده تا اینکه فیلم رو لود کنه، به جز که اینترنتتون خیلی پرسرعت باشه که سریعا لود بکنه و همراه همون سری سی پی یوتون بتونه بقیه کارها رو انجام بده. بعد کلا خاصیت استریم به این صورت کار میکنه که توی اون سایت ها مصرف داره و من الان خیلی نمیخوام به اون سایت ها وارد بشم، چون درس ما گرافیک کامپیوتری هست و کاری به هاستای استریم الان نداریم دوستان، و نمیخوام وارد هاستای استریم و توضیحات اون توی سایت نویسی و برنامه نویسی سایت بشم الان. اگر این رو روی حالت استریم قرار بدیم، پس من میام یک کیفریمی مثلا توی شماره 25 مثلا اینجا یک کیفریم میسازم، توی این کیفریم که اینجا ساختم میام این حالت صدا رو حالت چی قرار میدم؟ استریم قرارش میدم. الان اگر اجرا بشه میبینید یه لحظه خب این صدا تا موقعی که به این فریم من برسه که استریم هست بچه ها پخش میشه و دیگه بدون اون بعد از اون ادامه پیدا نمیکنه. خب من میتونستم لایه آخر رو اصلا استریمش کنم که تا اینجا که رسید پخش بشه، بقیه اینا دیگه پخش نشه. پس استریم این کار رو برای من راحت انجام میده. از من الان مدل استریم رو روی یک فریم مونده به آخر صدا قرار گرفتم، اون رو حالت استریم قرار دادم. الان اگر اجراش کنم ببینید چی میشه. تموم شد، انیمیشن من متوقف شد با اون استوپی که بهش داده بودم و استریم شد با اون حالت استریم که دادم، صدا رو متوقف کرد. عزیزان از آن قسمت بعدی که اینجا داریم، ما یه حالت ریپیت هست، یعنی تکرار. ما یه آهنگ کوچولو رو به یک انیمیشنی اعمال کردیم، میتونیم بهش بگیم که 10 بار اون آهنگ کوچیک رو پشت سر هم اجرا بکن، یا اینکه میتونیم اون رو روی لوپ بی‌نهایت بذاریم تا وقتی که انیمیشن تموم بشه چی بشه تو ادامه بده، بعد استریم بکن، یعنی بعدش قطعش کن. پس این کار رو میتونیم انجام بدیم برای آهنگای کوچیک. خیلی این دوتا گزینه کاربرد خواهند داشت برای شما. عزیزان برای ادامه کار من یه فایل جدید باز میکنم. تو این فایل جدید میخوام یک شبه کلید بسازم. الان خیلی نمیخوام حساسیت روش داشته باشم، فقط میخوام یک شبه کلید بسازم، کانورت تو سمبولش میکنم، از جنس باتون باشه، بعدش اسمش هم حالا هرچی میخواد باشه باشه، مهم نیست. روش دوبار کلیک میکنم. اگر شما دقت کنید اینجا 3 حالت مختلف داره، من برای هر حالتش
یک کیفریم کلید میسازم. برای این حالت میام رنگش رو عوض میکنم، برای این حالت رنگش رو دوباره عوض میکنم، برای این حالت هم میام رنگش رو عوض میکنم. خب ما الان این ساختیم، یه لایه دیگه همینجا میسازم روی فریم اولش، میام یه تکست مینویسم به نام کلیک ساوند، کلیک ساوند S O U N D، کلیک ساوند. میتونم این رو کوچیکش کنم، هم اندازه کلیدم بشه، بعد اون رو به روی کلیدم انتقال بدم. بعد تو فریم آخر فقط نیاز هست یه F6 بزنید، شما دیگه نیازی نیست. الان اگر دیدید این دیده نشد، اینا رو باید رنگی که زیر این داده شده رنگه، این رنگه رو باید عوضش کنید. بهتر هست رنگ سفید قرار بدیم که با بقیه رنگ ها ساپورت بشه و کاملا توی هر حالتیش دیده بشه. تقریبا میتونیم رنگ روی این رو هم یه مقداری من آبی قرار میدم که قشنگ توی تمام حالت ها اون نوشته ما چی باشه، دیده بشه. اینم برای این. الان تو تمام حالت ها من نوشته رو دارم، میتونم از کلید خارج بشم. تا اینجا من یه کلید ساختم که این کلید بتونه برای من سوند یا صداها رو بیاره. من این کلید رو انتخاب میکنم، وارد بیهویر میشم. توی بیهویر میتونیم ما سوند رو داشته باشیم، سوند از لایبرری گفته اینجا برای من، یعنی بیاریمش اینجا تو لایبرری. من اگر یادتون باشه توی برنامه قبلی سون رو آورده بودیم، پس دیگه نیاز نیست اینجا لایبرری دوباره فراخوانیش بکنیم. ما لایبرری رو باز میکنیم، اینجا از لایبرری ما، این بالا رو میذارم روی یونایتد 6 قبلیمون، این سون رو میگیرم و میندازم توی صفحه دسکتاپ. اگر الان من وارد یونایتد 1 بشم، سوند خود به خود به این صفحه چی شده؟ اضافه شده و میتونم از اون تو این برنامه دومم نیز استفاده کنم. و این نکته خیلی مهم بود عزیزان که بتونید توی برنامه دیگه هم از اون سوند توی برنامه قبلیتون چیکار کنید استفاده. عزیزان برای اینکه شما یک صدا رو تبدیل کنید به یه شیئی که بشه باش اکشن اسکریپت نمیشه، یعنی برنامه نویس کرد، باید روی صدا راست کلیک کنید، پروپرتیز رو بزنید و اینجا اسمش نوشته شده، این اسمو میتونید داشته باشید، کپیش کنید توی اکشن اسکریپت استفاده کنید. فشرده سازیش از انواع مختلف اینجا وجود داره، شما میتونید MP3 بذارینش، از جنس MP3 باشه، فشرده سازی بشه، چه مقدار فشرده سازی داشته باشه، چه حجمی رو براتون اشغال بکنه، چی جوری کار بکنه. پس میتونید انواع نمونه‌های فشرده سازی رو بهش بدید. توی قسمت اکشن اسکریپت شما اگه این تیک رو بزنید export for action script، یعنی اونو به عنوان یه شیئی آمادش میکنید توی اکشن اسکریپت و exportش میکنید به فریم 1، یعنی به فریم 1 هم خود به خود export میشه و اضافه میشه. حتی میتونید براش کلاس تعریف کنید در آینده، ما میتونیم براش کلاس هم در آینده تعریف. نکته که اینجا وجود داره runtime sharing library هست. اینجا اگر شما گزینه export for runtime sharing رو انتخاب بکنید و یه آدرس URL رو بهش بدید، همراه این که این آهنگ داره اینجا آپدیت میشه، روی سرور شما نیز آپدیت میشه. که من اینجا رو چون تو مسائل سایت نویسی توی فلش استفاده میشه، الان خیلی باهاش بحث نمی کنم، فقط آپدیت رو میزنم، اینو به یک شیء تبدیلش میکنم که بتونم اسکریپت بنویسم. خب من اینو روی حالت دیفالت قرار میدم، اکشن اسکریپت هم انتخاب کردم، اوکی. خب ما الان اگر روی این قرار بگیریم تو پروپرتیسش، دوتا تیک خورده و دیگه مشکلی از نظر کار کردن با این اکشن اسکریپت ما نداریم، اینو تبدیلش کردیم به چی؟ از اون یک راه دیگه هم برای گول زدن برنامه وجود داره. شما میتونید یک انیمیشن توی صفحه داشته باشید، یک فریم داشته باشید، لایه استوب داشته باشید، یه لایه داشته باشید صدا داخلش باشه،
یه لایه دیگه داشته باشید، یه کلید داخلش بسازید. تو این لایه روی کلید میتونید انتخابش بکنید، توی قسمت behavior قرار بگیرید، توی behavior بهش بگید که go to and play بکنه لیبل دو رو. یعنی اینکه وقتی اینجا استوب، اول استوب میشه متوقف میشه، وقتی که شما go to and play میکنید از پلی، یعنی وقتی روی این کلیک میکنید از فریم دو شروع میکنه صدا رو براتون پخش میکنه. این یه قلقی هست که میتونید ازش توی کاراتون استفاده بکنید. از دیدی چه راحت صدا شروع میکنه پخش شدن. حالا چون سوند ما آخرشو من بستم که دیگه ادامه پیدا نکنه، یعنی استریمش کردیم، برای همین اتفاق افتاده. اینجا اگه دقت بکنید شما چی شده، از حالت استریم استفاده کردیم اینجا که صدا اینجا قطع بشه، دیگه بیشتر از انیمیشن ما ادامه پیدا نکنه دوستان. و این یک راه خیلی خوب برای کار کردن. من این رو هم به عنوان تمرین کلاسی، به عنوان تمرین شماره 7 قرار میدم برای دوستان که توی سیدیا و فیلم های آموزشی که من توی سایت برای فروش میذارم، سیدیا و فیلم های آموزشی که توی سایت برای فروش گذاشتم، توی این سایت وجود داره، sell.jozvefilm.sellfile.ir. شما میتونید اونجا پرداخت اینترنتی بکنید و این فیلم ها رو کاملا از اینترنت تهیه بکنید و بعد استفاده بکنید. و همچنین علاوه بر اینکه فیلم های آموزشی اونجا قرار دادم، جزوات راهنما رو هم همراه فیلم آموزشی توی فایل زیپ دریافت کنید و بتونید ادامه بدید دوستان کارتون رو. طبق مباحث قبلی دوستان، من یک کلیدی که کلیک ساند هست رو ساختم. میام این کلید انتخابش میکنم، کلید رو کاملا انتخابش میکنم، وارد behaviors میشم. توی behaviors میخوام براش بگم که ساند رو برای من از لایبرری بیار و اجرا بکن. دوستان باید ما قبل از اینکه وارد این لایبرری بشیم، توی این لایبرری ببینیم صدا رو داریم یا نه، تنظیمات قبلی صدا رو براش انجام داده باشیم. همون که پرپرتیس میگرفتیم توی اکشن اسکریپت، اینو تیک میزدیم تا به عنوان یه شیء شناخته بشه. این اسمم کامل کپی میکردیم که آیدنتیفایرش رو اونجا بتونیم استفاده بکنیم داخلش تو بیهیویرمون. پس توی بیهیویر دیگه آیدنتیفایر ما آماده است. شما میگی load sound of library، خب اسمش چی باشه؟ اینه. و گفته ای تایپ بکنی یه نامی رو که به علاوه اون نام بتونم در نظرش بگیرم. شما هر نامی دلتون خواست اینجا بدید، مهم نیست، من اینو اوکی میکنم. هر موقع شما یه اکشنی رو مینویسید، یه ایونتی بهش نسبت داده میشه. اون ایونت رو من آن پرس میذارم، یعنی وقتی یه کلیک شد شما این کار رو بکن، آن پرس کن. وقتی یه کلیدی فشرده شد شما این کار برای من چیکار کن؟ انجام بده. خب من اینو اجاش میکنم ببینم کار میکنه. کلیک میکنم. خب دوستان من اینو چکش کنم ببینم علتش چی هست که داره. از آن شما چند تا کلید دیگه توی صفحه قرار بدید. این کلیک ساند بود. این یکی میخوام استاپ باشه، یعنی اینکه وارد طراحیش میشم، توی قسمت این استاپ قرار میدم، توقف. میتونستم به جای این استاپی که اینجا الان نگاه، الان چون من کل طراح عوض کردم، این یه نکته است که باید دقت بکنیم که وقتی میخوایم یه سمبولی رو تغییر بدیم، باید رو خود همون سمبول کلیک کنیم و تغییرش بدیم. من استاپ میکنم ببینم. استاپ. خب متاسفانه نیست که کل سمبولامون داره انتخاب میشه با این طریق. کنترل زد. مشکلی که توی سمبول ها به وجود من میام از کلید های آماده استفاده میکنی، لایبرری توی باتون. اینجا میتونی از کلید های آماده ای که وجود داره برای کارمون استفاده بکنی. یکی از این کلید های آماده رو میاریم توی صفحه. فقط باید دقت کنیم که این کلید با اکشن اسکریپتی کار کنه که تحت نظارت ما هست، برای همین باید امتحانش بکنیم تا ببینیم تحت اسکریپتی که ما داریم کار میکنه یا نمیکنه. خب توی اون قسمت متنش توی طراحی این کلید وارد میشیم، دوباره تو
توی قسمت متنی که براش نوشته شده توی حالت تکستش، این تکستش هست، واردش میشیم. توی قسمت تکستش من اینو اوف بودن درش بیارم تا بتونم تکستش رو دستکاری کنم. اینتر رو میکنم، استاپ. خب الان من میتونم از این کلید برنامه نویسی بیهویرش بکنم، براش برنامه نویسی تعریف کنم و بتونم ازش استفاده کنم. انتخابش میکنم توی قسمت بیهویر، براش میگم که سوند من رو چیکار کن، استاپ سوندش بکن یا استاپ آل سوند بکن، هرچی سونده متوقف کن. اگر استاپ سوند بزنم باید بهش بگم که کدوم رو متوقف کنه و خیلی مهم هست که اینو بهش حتما بگیم که کدوم رو برامون متوقف بکنه. پس اون ریلیز هم میذاریمش، چون وقتی که کلید رو میتونیم همینم به جای اون ریلیز بیاویرزش رو به جای اون ریلیز وقتی که کلیک کردیم یعنی اون فرس هم قرار بدیم که خیلی راحت تر کار بکنیم. اینم قسمت بعدی ساخت. اصلا کار دیگه که من باید حتما انجام میدادم این بود که فریم اول رو انتخاب کنم، صدا رو بهش لقب بدم، فید اینش حالا هر چی خواستی بزنید، ولی اینجا رو باید حتما روی ایونت قرار بدید شما. این تکرار هم میتونه صفر باشه که اصلا تکرار نشه. الان اگر من اینو اجراش بکنم روی سوند کلیک کنم، صدا شروع میکنه پخش شدن. و دوستان میتونن صدا رو کاملا بشنون. وقتی استاپ میزنم باید متوقف بشه. حالا چک میکنم ببینم علت کد برنامه‌نویسی این چی هست که قطع نمیشه. حالا استاپ کاملا اون رو متوقف بکنیم و هیچ صدای پخش شده دیگه وجود نداشته باشه. ما اینو روی استارت میذاریم، یه بار دیگه چکش میکنم، شاید تو حالت ایونتش نمیست که استاپه، اصلا کد اکشن اسکریپتش کار نمیکنه. من اینم تست میکنم، دوستان